آخرین ویدئویی که می توان بن لادن را در حال صحبت دید درست 6 سال پس از 11 سپتامبر در سال 2007 انتشار یافت. این ویدئو دارم بین یکی به عنوان ریش سیاه اشاره کنم. همون موقع هم در سال 2001 ریش او داشت خیلی سفید می شد و یه دفعه به طور ناگهانی این دفعه ریشی بسیار سیاه داره. مأمور اسبق CIA رابرت بر می گوید امکان جعل کردن نوار ویدئویی وجود دارد. شما به صورت دیجیتالی صدا رو میتونید دستکاری کنید که هر چیزی بگه. میتونید جزئیات و حروف صدادار کلمات رو ضبط کنید و بعد عوض کنید. او میگوید که سازمان‌های اطلاعاتی غربی نوارها را جعل کردن. اونا علاقه زیادی به دستکاری فیلم‌ها دارن که نشون بدن که فیلم‌ها به روزه. چرا در قسمتی از این ویدیو یک صحنه بی حرکت میشه؟ شما رو به فکر وامی داره که شاید به سادگی صدای فیلم قبلی رو روی این فیلم مونتاژ بکنید و ریش رو هم در این فیلم رنگ کرده ببینید. اما تک تک پیغام های بن لادن به دقت توسط سازمان اطلاعاتی بررسی شده است و آنها میگویند تمامی آنها حقیقی هستند. مایک شوئر در سال 1995 واحد بن لادن را در CIA پایه‌گذاری کرد. من فکر میکنم اون زنده است. اون تو نوارهاش هر موقعی که پیغامی میده همیشه چیزی میگه که به روزه و سازمان NSA، سازمان امنیت ملی و ستاد ارتباطات دولتی هر دو در تجزیه و تحلیل صدا بسیار پیش رفتن و اگه صدای اونو تشخیص نمیدن به دولت ما موضوع رو حتما بیان میکردن. و فقط صدای اون نیست. همه چیز در فیلم ها توسط CIA و دیگر سازمان های اطلاعاتی بررسی شدن، بلکه سرنخی به دستشان رسد. من میدونم که سازمان و دولت زمین شناسانی رو آوردن که سنگ ها رو ببینن و نظر بدن که آیا اون سنگی به خصوص رو میشه فقط در قسمت خاصی از افغانستان پیدا کرد و البته که نمیشد. و در قسمتی از ویدیو صدای یک پرنده شنیده میشد و آلمانی ها یک پرنده شناس رو آوردن که نوع پرنده رو اولا تشخیص بده و بعد ببینه که این نوع پرنده در کدام قسمت از افغانستان بیشتر دیده میشه. اما این هم به جایی نرسید. از خیلی کارهای عجیب و غریب میشه با این نوارهای ویدیویی انجام داد. اما مهمترین قسمت نوارها همون چیزهایی هستن که درشون گفته میشه. نوارهای ویدئویی اسامه بن لادن در تمام دنیا قابل رؤیت است. آنها یا تبلیغات به شدت موفقیت آمیزی بوده یا توطئه هایی هستند که استادانه طراحی شده است. یک شخص این نوارها را به دقت بررسی کرده بلکه سرنخی یابد. بروس لورنس در دانشگاه دوک در کارولینای شمالی تدریس می کند. پروفسور لورنس عقیده دارد برخی از بیانات بن لادن حقیقی نیستند و او نوار ویدئویی اعتراف که توسط پنتاگون در دسامبر 2001 انتشار یافت را در این میان انتخاب می کند. من هیچ شکی ندارم که ساختگیه، با حق طراحی شده که اعتراف میکنه، اما این با بن لادنی که من از قبل شناختم کاملا مغایره و همینطور با پیغامای بعدیش. اونو هیچ وقت نمیبینید که مستقیما بگه که این کار اون بوده. اما برای پروفسور لورنس هنوز این سوال مطرح است که چرا شاهد صحبتهای بیشتری از بن لادن نیستیم؟ اگه اون زنده است و اون کسی است که دوست داره مورد توجه قرار بگیره، چرا نباید بازم جلوی دوربین ظاهر بشه؟ چرا به جای نوارهای صوتی از اون نوارهای ویدئویی دیگه ای نداریم؟ در حالی که نزدیکترین کسی که میشه با اون مقایسه کرد ایمن زواهریه که مکررن در نوارهای ویدئویی ظاهر میشه. اکتبر 2002 202 نفر در بمب‌گذاری در بالی کشته شدند. در طی چند هفته بن لادن موفق شد نوار بیانیه‌ای منتشر کند. این بار این نوار در پاکستان ظاهر شد. احمد زیدان رئیس دفتر تلویزیون الجزیره با بن لادن به کرات مصاحبه کرده بود. اکنون یک شخص ناشناس تلفنی از او می‌خواهد که او را ملاقات کند. من به اونجا رسیدم و ماشینم رو پارک کردم، منتظر شدم. بعد یه نفر به من نزدیک شد و یه پاکت به من داد.
ازش پرسیدم این چیه؟ گفت نوار اسامه بن لادن. آیا از این شبکه بن لادن قابل ردیابی بود؟ اون سری ناپدید شد. تقریبا نصف صورتش پوشیده بود و نتونستم بشناسمش. وقتی که گفت این نوار بن لادنه خیلی کنجکاو شدم و سری میخواستم برم تو ماشین ببینم حقیقت داره یا لادنه. از اینکه بزرگترین خبر زندگیم رو دریافت کرده بودم خیلی احساس غرور میکردم، چون واقعا در تمام دنیا این جنگ علیه القاعده بسیار مهمه. احمد زیدان همچنین کسی بود که نسخه اصلی فیلم بن لادن را درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2004 دریافت کرد. این فیلم را فردی ناشناس به دفتر تلویزیون الجزیره برده بود. این بار نیز اشخاصی که فیلم را تحویل دادن ناشناس باقی ماندند. این کار کسی که توی غار مخفی شده نیست و این واقعا یه معماست که چطور القاعده میتونه چنین اطلاعات زیادی رو بدون ارتباط بین المللی، بدون نفوذ و بدون سرقت از جای به دست بیاره. پس از 11 سپتامبر فرصتی به وجود آمده بود، زمانی که ماشین تبلیغاتی القاعده هنوز ناقص و ابتدایی بود، اما جنگ عراق تلاش نیروهای اطلاعاتی آمریکا را به سمت دیگر سوق داد. اکنون نوارها در اینترنت دیده می شوند، شبکه آنها ماهرانه تر عمل کرده و رمزگشایی آنها دشوارتر شده است. اون روز زمانی که در تورابورا بود که 1 کیلومتر مربع مساحت داره نتونستن دستگیر کنند. حالا که در دنیا ناپدید شده تصور میکنید میتونن اونو به دام بندازن؟